گالری طراحی بین‌المللی کنتلر در بروکلین نیویورک همکنون میزبان زوج هنرمند ایرانی کامران طاهری مقدم و سپیده صالحی است که با چند مجموعه طراحی و سه اثر ویدیو آرت نمایشگاهی را با عنوان تریسز یا رد پا برگزار کردند. کامران که پیشینه تحصیلیش به دانشگاه آزاد اسلامی باز می‌گردد، پیش از مهاجرت به آمریکا به اتفاق همسرش سپیده 10 سال در ایتالیا سرگرم کار و تحصیل بوده است. سال 2008 با سپیده مهاجرت کردیم به آمریکا، ولی در واقع جزو نمایشگاه‌های انفرادی مونه، اولین نمایشگاه انفرادی مونه که با سپیده گذاشتیم. قبل از این یه سری نمایشگاه‌های گروهی داشتیم توی آمریکا، من جمله سپیده یکی از کارهای ویدیوش توی اکسپریمنتال ویدیو فستیوال ترایبکا رفت و الان در حال حاضر این اولین نمایشگاه انفرادیمونه توی کنتلر. کامران و سپیده در آثار خود با روی کردی مینیمالیستی یا ساده‌گرا به فرم و موضوع میپردازند، به موضوعی که البته سرشار از شکنج و پیچیدگی است. نگاه آنها به پیامدهای روانی ناشی از سرکوب، بی‌عدالتی و کنترل شدید یک نظام دیکتاتوری بر جوانب مختلف زندگی افراد یک جامعه است. آنها در بیان خود به میدیوم‌های گوناگونی نظیر طراحی، نقاشی، عکس و ویدیو متوسل شدند. یه دورانی روی بوم کار می‌کردم، ولی بیشتر رفتم روی سطوح سنگین‌تر مثل چوب، که حس می‌کردم که روی چوب کار کردن در واقع اون قابلیت اینو دارم که هر جوری که بخوام بهش حمله کنم به یک نحوی. طراحی‌های کامران با عنوان Men at Work یا مردان کار که به شکل یک مجموعه وقایع گرافیک چند لایه‌ای بر روی قطعات چوبی هم اندازه ترسیم شده است، حکایت واحدی را بازگو می‌کند. در واقع کاری که ما اینجا آوردیم بیشتر مبحث طراحی بود. من این سری کارام کارهای کوچکتری بود. کارهای سری منتورد به سمت انتزاع میره. یک جایی تو فرمو بهتر میبینی، یک جایی فرمو به اون صورتی که باید تو زندگی روزمره ببینی نمیبینی. و این در واقع این ادغامو من دوست داشتم توی این سری. همش هم برمیگرده به خاطراتی که از گذشته داشتم توی زندگی قبلم، تو زندگی روزمرم. یکی از آثار سپیده با عنوان آه از فریم های یک ویدیو تشکیل شده است که به ترتیب معینی در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا یک داستان مشخص را تعریف کنند، داستانی که دغدغه های زنان و حقوق آنها را در جامعه ایران منعکس می کند. فلورنس نیل، مدیر و یکی از بنیانگذاران گالری، از دلیل انتخاب آثار کامران و سپیده برای این نمایشگاه صحبت می‌کند. ما سالی یه بار یه شوی فوق‌العاده داریم که از متصدیای موزه‌های مختلف دعوت می‌کنیم برای دیدن کارهای هنرمندامون به اینجا بیان. کارهای سپیده رو تا به حال توی 2 تا از نمایشگاه‌ها و کارهای کامران رو توی یکیشون معرفی کرده بودیم. و حالا تصمیم گرفتیم کاراشون رو مشترکاً توی این گالری به نمایش بذاریم. قبلا کامران سپیده یک کار انیمیشن هم در بخشی از یک نمایشگاه با عنوان جنگ و صلح نشون داده بودن. بنابراین من میدونستم که علاوه بر طراحی کار فیلم هم میکنن که برای من خیلی جالب بود. کامران میگوید با اینکه کار کردن بر روی یک موضوع مشترک تصمیم و ایده اولیه او و سپیده نبوده، اما آثار این نمایشگاه از لحاظ موضوع به یکدیگر مرتبطند. به هر حال وقتی تو با یک شخص زندگی میکنی توی مدت درازی، به هر حال یه سری شباهت‌های توی خود زندگیت هم به وجود میاد، یه چه برسه به توی هنر یا هر حرکتی که انجام میدی توی زندگیت. اصولا موضوع یکیه، ولی که توی یه جای دیگه اون در واقع موادی که استفاده شده واسه یه کار متفاوته. نمایشگاه تریسز یا ردپا تا تاریخ 15 دسامبر در گالری بین‌المللی کنتلر در بروکلین نیویورک ادامه خواهد داشت. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.